در این درس به ادامه درس گذشته میپردازیم. ببینیم در درس گذشته در مورد این صحبت کردیم که ایمیل چی هستش، چه فایده ای داره. در مورد SID صحبت کردیم، گفتیم که با استفاده از قابلیت با استفاده از ابزاری که مایکروسافت در اختیار ما قرار داده سیسپره میتونیم SID رو پاک کنیم. اما در این درس بپردازیم به تهیه ایمیج با استفاده از نرم افزار اکرونیس. من فول اسکرین کنم. خب من اگر روی اوکی که کلیک کنم SID پاک میشه و بعد کامپیوتر ریستارت میشه و با استفاده از بوتیبل نرم افزار اکرونیس میخوای ایمیجمون رو تهیه کنیم. فقط کافیه فرمت ایزوش رو من از کامپیوتر اصلیم که فرمت ایزو قرار گرفته من اینجا بروز میکنم. اینجا ایزوی اکرونیس بوتیبل مدیا با فرمت ایزو رو انتخاب میکنم رو کامپیوتر اصلی. خب اوکی میکنم. الان ببینید من میخوام برای تهیه ایمیج از بوتیبل اکرونیس میخوام استفاده کنیم. میتونید از خود نرم افزار هم استفاده کنید. من حالا رانش نمی کنم. بعد از اینکه در واقع تمرین عملی به پایان رسید و ایمیجمون رو تهیه کردیم، با استفاده از خود نرم افزار اکرونیس به شما عزیزان این رو آموزش میدم که چطور میتونید بوتیبل اکرونیس رو با استفاده از خود نرم افزار اکرونیس ایجاد کنید و از بوتیبل نرم افزار استفاده کنید. خب الان داره مراحل در واقع این پروسه پاک شدن SID در واقع طی میشه. الان کامپیوتر ریستارت میشه، بعد باید وارد نرم افزار اکرونیس بشیم. البته من باید F2 رو قبلش بزنم که وارد تنظیمات بایوس کامپیوتر بشم و از اینجا CD رام روی اولویت قرار داره و من اوکی میکنه و بعد وارد نرم افزار اکرونیس میشه. خب اکرونیس تو ایمیج 2015 اگر استارت ویندوز رو بزنم وارد ویندوز اصلی خود کامپیوتر میشه. خب من این رو انتخاب میکنم، بعد یه مقدار لودینگ طول میکشه، یه مقدار صبر میکنیم تا نرم افزار لود بشه. خب الان برنامه ما این هستش، برنامه اکرونیس تو ایمیج 2015 که دو حالت داره، بکاپ و ریکاور. بکاپ به این معنا هستش که در واقع همون مثلا ما ایمیج تهیه کنیم به این معنا هست که بکاپ بگیریم، از اینکه ما از مای دیسک، از دیسک هات، از درایو هات که مثلا درایو سی، درایو دی، هر تعداد درایوی داری میخوای مثلا ایمیج تهیه کنی یا بکاپ تهیه کنی، میخوای از فایل فولدری میخوای بکاپی تهیه کنی، رستور هم به این صورت. خب ما در این سناریو قصد ما برای این هستش که ایمیج تهیه کنیم، از تمام سیستم عامل میخوایم در واقع ایمیج تهیه کنی که من مال دیسک رو انتخاب میکنم. ولی فقط من یک درایو سی بیشتر ندارم از دیسک، یک هارد دیسک دارم که یه پارتیشن هم بیشتر درش وجود نداره. یعنی هر تعداد درایو اینجا هر تعداد پارتیشن شما داشتید میتونید انتخاب کنید، میتونم انتخاب نکنید. فقط میخوام از سیستم عاملم دیگه، نمیخوام مثلا از درایو دیگه، حالا یعنی بستگی به خودتون داره، بستگی به شرایط کاریتون داره. خب این قسمت بکاپ سکتور بای سکتور به این معنا هستش، ببینید مگه انتخابش کنم 60 گیگابایت هستش، یعنی کل فضای هارد دیسکتون که در واقع ببینید 60 گیگابایت هستش. اگه انتخابش نکنم 8 گیگابایت رو میتونه در واقع فضای بکاپتون هستش. اینجوری چه معناست؟ به این معناس هستش که ببینید اگه من انتخابش کنم هم از فضایی که استفاده شده هم از فضایی که استفاده نشده میاد ایمیج تهیه میگیره، بکاپ تهیه میگیره. اما اگر انتخابش نکنم فقط از فضای استفاده شده، ببینید used space، فضایی که استفاده شده تقریبا 8 گیگابایت هستش، خب این رو میاد ازش بکاپ تهیه میکنه که خیلی قابل استفاده، خیلی کاربرد نداره، ما نیاز نیست ازش اون چک مارکش رو انتخاب کنیم. خیلی خوب نکس میکنم. در این قسمت از ما محل ذخیره بکاپ رو میخواد که من که اگه اینجا بروز کنم اینجا درایو سی رو ده. فقط ببینید من روی هارد دیسک این کامپیوتر سمپل که از کامپیوتر که میخوام از ایمیج بگیرم فقط یک درایو سی بیشتر ندارم. ببینید اگر شما درایو دیگه ای داشتید، مثلا پارتیشن دیگه ای داشتید، پارتیشن دی، پارتیشن ای، هر تعداد پارتیشنی که داشتید میتونید
ایمیجتون رو برای همین کامپیوتر در پارتیشن های دیگه همین کامپیوتر ذخیره کنید، که البته بهتره در واقع ایمیجتون رو برای مثلا روی هارد اکسترنالی ذخیره کنید. این از این طریق خیلی در واقع این روش بهتریه، که من هم در واقع مد نظر می هستش که از هارد اکسترنال استفاده کنم و ایمیجم رو از در واقع برای این هارد اکسترنال ذخیره کنم. خب من فیلم رو متوقف می کنم، هارد اکسترنال رو به کامپیوترم متصل می کنم و بعد دوباره با شما عزیزان خواهم. خب من هارد اکسترنال رو به کامپیوترم متصل کردم، به کامپیوتر اصلی، یعنی الان VMware هستش و اگه خواسته باشم، ببینید من الان کامپیوتر اصلیم رو نشونتون بدم، هارد اکسترنالم رو، این هارد اکسترنال من هستش، میخوام این رو متصل کنم به VMware مثل فلش. بر روی این آیکون کلیک میکنید و کانکت رو انتخاب میکنید که متصل بشه. خب من دوباره کنسل رو میزنم، از ابتدا کار رو شروع میکنم، دوباره مای دیسک رو انتخاب میکنم، درایو سی، نکست، روز رو میزنم. اینجا هنوز شناسایی نکرده، هنوز هارد اکسترنال من رو شناسایی نکرده. من دوباره اینجا میام روی این آیکون کلیک میکنم، کانکت رو انتخاب میکنم، اوکی. ببینیم دوباره شناساییش کرد، دوباره مای دیکس رو انتخاب میکنم، درایو سی، بکنم دیگه الان باید شناساییش کرده باشه. اینجا خب دوباره ببینیم آیا هارد اکسترنال رو شناسایی کرده. بله اینجا هم اگه اینجا دقت کنید، ما برای انتخاب مثلا اینکه چه پارتیشنی رو بخوایم ازش ایمیج بگیریم، از دیسک دو هم میتونه استفاده کنیم. مثلا میخواید دیسک دوتون رو انتخاب کنیم برای ایمیج گرفتن. خب من فقط میخوام از درایو سیم که سیستم عامل درش قرار داره و میخوام مد نظر این هستش از تمام سیستم عامل ایمیج تهیه کنم، فقط درایو سی رو انتخاب میکنم و بعد نکست میکنم، اینجا بروز میکنم که محل ذخیره ایمیج رو انتخاب کنم. خب الان ببینید اینجا هارد اکسترنال رو شناسایی کرده، اینجا این درایو فقط هارد اکسترنال من فقط یک پارتیشن بیشتر نداره، که پارتیشن ای هستش، درایو ای هستش. خب من میام درش یه نیو فولدر درست میکنم، اینجا درش میام اینجا یک نیو فولدری باید درست بشه. اینجا نیو فولدر درست میکنم به اسم ایمیج وین 7 اوکی میکنم، بعد داخل این اسمی واسش تعیین میکنم، می نویسم ایمیج. اسم براش تعیین میکنم ایمیج. خب اوکی و نکست و پسوند در واقع تیپ هم هست، تیپ TIB. پروسیدر رو میزنم، بعد پروسه داره الان آغاز شده برای تهیه ایمیج، یک مقدار زمان میبره، یک پروسه طولانی هستش، اینو متوقف میکنم تا این پروسه به پایان برسه. خب الان ایمیج تهیه شد به طور موفقیت آمیز، این ایمیج از ویندوز 7 ما، از کامپیوتر سمپل ما تهیه شد. من اوکی کنم، بعد کامپیوتر رو ریستارت میکنم که وارد ویندوز اصلیمون بشیم. بعد من این رو ریستارت کنم، بعد باید این ایمیج رو ببریم به کامپیوتر دیگه. من اینجا استارت ویندوز رو میزنم که وارد کامپیوتر اصلیمون بشیم. خب تا این استارتینگ ویندوز در واقع
وارد ویندوز بشیم و تنظیماتش رو انجام بدیم، من یک ماشین جدید دیگه ایجاد میکنم که فرض کنیم این کامپیوتر مقصد ما هستش. خب من تمام تنظیمات رو به حالت پیش فرض قرار میدم و از اینجا هم ایزوی بوتیبل در واقع اکرونیس رو انتخاب میکنم از کامپیوتر اصلیم که میخوام باز از بوتیبل اکرونیس استفاده کنم برای رستور کردن. خب این رو باید اسمش رو میذارم کامپیوتری که ازش ایمیج گرفتم رو میذارم کامپیوتر سمپل، برای اینکه شما عزیزان این رو بتونید شناسایی کنید و متوجه بشید. من این رو اسمش رو گذاشتم سمپل، کامپیوتر سمپل، و این رو میذارم اسمش رو میذارم کامپیوتر دیستینیشن، کامپیوتر مقصد من که میخوام در واقع ایمیجم رو رستور کنم. درست نوشتم دیستینیشن؟ بله. خب اوکی کنم. الان من دوباره این رو رستارت کنم که وارد کامپیوتر وارد در واقع نرم افزار بشیم، F2 رو بزنم بعد ریستارت بشه. خب الان داره کامپیوتر ریستارت میشه و باید منتظر بمونم. بله F2 رو باید بزنم. ببینید الان به خاطر اینکه در VMware هستیم نیازی نیست F2 رو بزنم وارد تنظیمات بایوس بشیم، این به خاطر تنظیمات خود VMware هستش، یعنی نیازی نیست که مثلا روی اولویت CD رام قرار بدم، اما در محیط واقعی شما باید این کار رو انجام بدید. خب من میام اکرونیست رو ایمیج 2015 رو انتخاب میکنم. پس شما از دار قبلش باید وارد تنظیمات بایوس بشین و اولویت رو بذارین روی CD رام. خب الان بله وارد نرم افزار شدیم و از مای دیسک رو انتخاب میکنم، میخوام در واقع رستور کنم، به روز رو میزنم. اینجا هم باید هارد دیسکم رو به این کامپیوتر متصل کنم، من از کامپیوتر سمپل. الان دارید اینستال دیوایس یک سری تنظیمات دوباره داره برگردونده میشه، دوباره مثل اینکه میخوایم در واقع اون یک سری تنظیماتی بود که ما در نصب ویندوز انجام میدادیم، دوباره باید اون تنظیمات رو انجام میدیم در کامپیوتر سمپل. خب من اینجا هارد اکسترنال رو دیسکانکت میکنم و در کامپیوتر مقصدم این رو متصل میکنم، هارد اکسترنالم رو به کامپیوتر مقصد متصل می کنم. خب خیلی خوب، من دوباره این رو کنسل می کنم، این رو من کنسل می کنم، دوباره مای دیسک رو انتخاب می کنم، بروز رو می زنم. الان اینجا هارد اکسترنالم رو شناسایی کرد و من ایمیج ویندوز 7، ایمیجی که از کامپیوتر سمپل گرفته شده رو شناسایی کرده. اینجا من مشخص رو انتخابش میکنم و اوکی میکنم و در نهایت نکست و میگه که میخوای از ایمیجی که تهیه کردی میخوای پارتیشنی رو در واقع رستور کنی یا میخوای فایل و فولدری رو، که من مد نظرم این هستش که پارتیشن ها رو رستور کنم که میخوام ایمیل در واقع سیستم عامل رو برگردونم. خب دیسک یک رو انتخاب میکنم، در واقع همون دیسکی بود که ازش ایمیج گرفتیم که شامل میگه شامل درایو ها بود، شامل پارتیشن ها بود. اینا پارتیشن های در واقع سیستم عامل سمپل هستش که هر چه تعداد در واقع پارتیشن داشته باشید در همینجا مشخص هستش
که ما فقط از فقط یک پارتیشن داشت در واقع کامپیوتر سمپل ما، که اون درایو سی بود. من هم درایو سی رو میخوام اینجا انتخاب کنم، اما اگر تعداد بیشتری پارتیشن داشت، این تعداد اینجا قابل مشاهده بود. خب من الان اینجا در واقع دیسک یک رو انتخاب میکنم، مستر بوت رکورد رو هم انتخاب میکنم، نکست میزنم و اینجا میگه که بعد دیسک یک. دیسک یک اینجا مربوط هستش به کامپیوتر دیستینیشن من. هارد دیسک کامپیوتر دیستینیشن، کامپیوتر مقصد من هستش رو انتخاب میکنم، نکست میزنم و در نهایت پروسید و پروسه در واقع رستور کردن ایمیج از کامپیوتر سمپل به کامپیوتر مقصد در واقع داره آغاز شده. اما سری بزنی به کامپیوتر مقصد ما. ببین الان باید این تنظیمات که همون تنظیمات مربوط به نصب سیستم عامل هستش، همین تنظیمات رو ما باید بعد از تهیه ایمیج در واقع دوباره اون تنظیمات رو برگردونیم. ما نکس میکنیم، همون تنظیمات مربوط به نصب سیستم عامل هستش، در واقع چیز جدیدی نیست. من یک یوزر جدید، مثلا یوزر سارا، میگه سارا وجود داره، مثلا یوزر مینا، مثلا یا یوزر مینا. خب نکست میکنم این مقدار، بله لایسنس رو هم قبول میکنم، نکست نکست میزنم و تنظیمات شبکه و در نهایت وارد در واقع سیستم عامل کامپیوتر سمپل میشه. اما اینجا سیستم عامل کامپیوتر مقصد من داره رستور رو انجام میگیره، این مقدار طول میکشه، فیلم متوقف میکنم و در ادامه با شما عزیزان خواهم بود. خب پروسه رستور کردن هم به پایان رسید و موفقیت. من اوکی میکنم و کامپیوتر رو دوباره ریستارت میکنم که وارد کامپیوتر در واقع وارد سیستم عامل بشیم. پس ببینید در این فیلم آموزشی به این پرداختیم که ایمیج رو از طریق نرم افزار اکرونیس تهیه کردیم و بر روی کامپیوتر دیگه ای کامپیوتر کلاینتمون رو رستور کردیم. خب الان داره سیستم عامل ما در واقع ران میشه و با تمام با هر پارتیشنی که سیستم عامل ویندوز داشته، با هر نرم افزاری که روی سیستم عامل سمپل در واقع نصب بوده، روی سیستم عامل مقصد هم اینها در واقع رستور میشه، برگردونده میشه. الان داره یک سری تنظیماتی که برای نصب ویندوز هم نیاز هستش، اون تنظیمات رو باید انجام بدیم و بعد وارد سیستم عامل میشیم. الان باید همون تنظیماتی که موقع نصب ویندوز هم اونا رو انجام بدیم، اینجا هم باید انجام بدیم بعد از رستور کردن و اون تنظیمات رو دوباره برگردیم. خب من میگه وجود داره، کاربر مثلا باز مینا رو من اینجا وارد کنم، همین تنظیمات رو دوباره ما وارد میکنیم، لایسنس رو هم قبول میکنم، نیکست، فعلا آپدیتی نمیخوام، زمان، تنظیمات شبکه و الان داره وارد سیستم عامل میخوایم بشیم. خب الان ببینید ما وارد سیستم عامل شدیم، همون سیستم عاملی که از کامپیوتر سمپل ایمیج گرفتیم و ایمیج رو رستور کردیم برای کامپیوتر مقصد. خب الان این یوزر مینا رو که خودمون الان ایجاد کردیم، اما یوزر فاطمه و یوزر سارا هم یوزرهایی بودن که در کامپیوتر سمپل وجود داشتن. دقت کنید ما اینجا یوزر فاطمه و سارا رو در واقع روی ویندوز سمپل وجود داشت و اینجا هم رستور شد. خب یوزر مینا هم که خودم ایجاد کردم، من واردش میشم. اگه دقت کنید، من دقت کرده بودید، روی ویندوز سمپل من نرم افزار اکرونیس رو نصب کرده بودم، پس باید نرم افزار اکرونیس هم روی این ویندوز
در واقع باید نصب شده، باید رستور شده باشه. خب الان وارد سیستم عامل شدیم که نرم افزار اکرونیس هم رستور شد و با یک پارتیشن درایو سی که درایو ای هم در واقع اون درایو ای هم در واقع اینها چیز هستن، این هارد اکسترنال من هستن، هارد اکسترنال من، این هارد اکسترنال منه که اگه من این رو هارد اکسترنال رو از کامپیوتر خارج کنم ببینید این برداشته میشه. خب این پارتیشن درایو سی هستش که ویندوز درش قرار داره، اینم در ابزار اکرونیسه که رستور شده. من به شما یه قول داده بودم، گفتم که بعد از اینکه ایمیج تهیه شد میخوام این رو هم به شما از آن آموزش بدم که چطور میتونید با استفاده از کد نرم افزار اکرونیس بوتیبل این نرم افزار رو هم تهیه کنید. خب وارد نرم افزار بشم، من این رو اکسپت کنم. خب الان ببینید این نرم افزار اکرونیس 2015ه. گفتم که با استفاده از خود این نرم افزارم در محیط ویندوز هم میتونید در واقع ایمیج تهیه کنید و این ایمیج رو هم رستور کنید. اما برای اینکه بوتیبل این سی دی رو ایجاد کنید وارد قسمت تولز میشین، مور تولز، و از قسمت بوتیبل اینجا با انتخاب این میتونید و میگه اکرونیس بوتیبل رو انتخاب میکنید و میگه میخوای با فرمت ایزو باشه، میخوای روی DVD رایتش کنید که من میگم با فرمت ایزو میخوای. اگه میخواسته باشید در واقع من اینجا هم سیوش کنم روی دسکتاپ، اوکی کنم و اگه پروسه ایزو بدم پروسه آغاز میشه، پروسه ایزو. اما شما میتونستید با انتخاب DVD روی DVD همون لحظه رایتش کنید. الان این داره این پروسه آغاز میشه برای تهیه فایل ایزو فرمت در واقع بوتیبل سی دی در ابزار اکرونیس با فرمت ایزو که هولوهوش تقریبا 456 مگابایت هم هستش. خب خیلی پروسه زمانبری نیست، الان داره تهیه میشه. بله تموم شد و من اینجا روی دسکتاپ من که ذخیرش کردم، الان شما میتونید از این فرمت در محیط VMware استفاده کنید یا میتونید این فرمت ایزو رو هم روی DVD رایتش کنید.